ادامه بام شاد هست. شما بیننده برنامه ما از شبکه تلویزیون زن هستین و امیدوار هستیم تا این دم ما را همراه بوده باشین. باز هم مهماندار هستیم، قسمی که در لست مهمانان به خانش گرفتیم. آقای بشیر دیره، عضو شورای معلولین، در رابطه با مشکلات معلولین که اساس و مشکل بیشتر معلولین خصوصا در افغانستان چی است، بیشتر از آقای بشیر میشنویم. صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت تمام همکاران عزیز شما و همچنان بینندگانی که از طریق تلویزیون های زن خود تماشا میکنن. سلام عرض ادب، ما را پذیرا شما. سلامت باشین از این که تشریف آوردین و ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما را در کنار خود داریم. امروز بیشتر میخواییم از شما در ارتباط با مشکلات معلولین بشنویم. سلامت باشین، تشکر میکنم اولتر از همه که لطف کردین به بزرگواریتان ما را دعوت کردین. کشوری که ما زندگی میکنیم بیشتر از 2 میلیون افراد اشخاص دارای معلولیت زندگی میکنه. همواره مدعای قانون اساسی اسای مسئولی نقش شده، افراد اشخاص دارای معلولیت به وظیفه نمیگیرن. امروز افراد اشخاص دارای معلولیت با مشکلات اقتصادی، امنیتی، مشکلات هایی که دارن همواره با مسئولین دمیان گذاشته هستن. همه مسئولین به توجه هستن، هیچ غور و بررسی نمیکنن. بله، و مشکل اساسی معلولین چی است؟ در بخش تحصیلات هست، اقتصاد هست و یا هم کاریابی از بیشتر مشکلاتشان؟ شما عضو شورای معلولین هم هستین، زمانی که معلولین مراجعه میکنن به شما چقدر از کدام مشکل زیادتر شکایت دارن؟ همواره معلولین از نگاه جریان وظیفه که بخاطر ما در کشور زندگی میکنیم که سه دهه جنگ بین الافغانی بیشتر از 2 میلیون افراد اشخاص دارای معلولیت به جامعه آورده. معلولین فعلا به سطح دانششان بسیار بالاست، دکترا داریم، لیسانس داریم، فارغ التحصیلای بسیار بالا داریم. اگر دولت مطابق با مدای قانون اساسی افراد اشخاص دارای معلولیت بپذیرند، انشاءالله که مشکلات معلولین تا اندازه حل میشه. فعلا برای خود شما معلوم است افراد اشخاص دارای معلولیت در جریان وظیفه نمیگیرن، به گونه از اینکه شما معلول هستین، معلول هم عضو همی جامعه است. بله، و شما در شورایتان بیشتر از تنها معلولین را، کسانی که معلول هستن در کنار شما، دیگرها هم از این مشکلات ها شکایت میکنن؟ بله بله، همواره ما در مرکز در ولایات مشکلات خود داشتیم. همواره مادهای قانون اساسی اصلا مسئولین نقش شده. اگر مادهای قانون اساسی طبق مادهای قانون اساسی حکومت رفتار میکرد، در این 17 سال که میلیون ها دلار به دولت افغانستان مساعدت شد، هم بدبختانه 5% از افراد اشخاص دارای معلولیت مشکلاتشان حل نشد. به نظر شما حکومت چقدر تانسته که مو مشکلاتی را که خودشان سبب شدن، البته قسمی که شما اشاره کردین، رسیدگی بکنه و همچنان از همو راضی بودن معلولین بگوین از حکومت؟ در اکثریت جا معلولین گاگای او هم از طریق روابط و شناخت گماشته هستند، در جریان وظیفه شده هستند، نظر به تحصیلاتشان، نظر به سطح دانششان. اما اگر عامیانه میشد در 34 ولایت افغانستانی تطبیق میشد، امروز معلولین نمیدیدین در جامعه زیر از فقر زندگی کنند. بدبختانه اما تکمیل نشد همی پروسه. و زمانی که شما مراجعه میکنین به جاهایی که بخواین کار برتان مهیا شه، با چه قدر مشکلات روبرو میشین و از رویه که اونا با شما میکنن میشه به ما بگوین؟ خود در کشوری که ما زندگی میکنیم تقریبا بیشتر فرمودم بیشتر از 2 میلیون افراد اشخاص دارای معلولیت زندگی میکنه. اما بدبختانه که ما مراجعه میکنیم، چون افغانستان هم کشوری است که بیشتر از 4 میلیون بیکار داره که میگه بس خالی نیست و تا که چیز به منظوری به تا که بس تا اعلان شده شما منتظر باشین. باز دوج هم که ما میریم و اگر چی در سطح دانش بگی در دگه بگی معلولین امشالله در این وقتا در این اواخر سطح دانششان هم بالا رفته. ما به سویه های بسیار بالا افراد اشخاص دارای معلولیت داریم. اگر دولت یار در عمل در جاده عمل ببرند، در جریان وظیفه شامل بسازند، مشکلات تمام معلولین است، هم از مرکز هم از ولایت حل میشه. و در ارتباط به شورایتان بگوین، شورای معلولین متشکل از چند عضو است و شما هم عضو هستین، بیشتر کدام خانم ها هم در کنار شما فعالیت دارد، تنها آقایان هستن؟ بله بله، از طبقه خانم هم اماره ما معلولین طبقه بانو را داشتیم، در اصلش رئیس داریم، رئیسش بسیار
ورزیده، زحمتکش، کارکن است. همواره مشکلات خود او هم داشتن در بخش لچر، در بخش تحصیلات، در بخش انکشاف داد. بسیار مشکلات خود همواره معلولین داشتن، اما دولت یک اندازه کوتاه آمده استن. و این شورای تن تنها در کابل است یا در سایر ولایت ها هم فعالیت دارد؟ نه، در بخش از ولایت های زیاده ما نمایندگی های ما فعال است. در غربی، شرقی، جنوبی، در تمام ولایت است نمایندگی های ما فعال است. کارهای روزمره خود می کنند، اما طبق دولت پیش برن نمیرن. و این شورای تان چقدر تانستن مشکلات معلولین حل بکنن و در کدام زمینه ها بیشتر اونا تانستن که مشکلات شانه مثلا در زمینه تحصیل هست و امکانات تحصیلی را مهیا کردن یا نه فقط هم شورایی است که میتونه مشکلات تان حل بکنه؟ این شورا بیشتر از 1000 معلول ثبت داره، راجستر داره. دیگه بیشتر که کار کرده راجع به اقتصادی کار کرده میتونن معلولین که مراجعه میکنن نفقه فامیل و عیال خود از همین طریق شورا به دست بیارن تا بتونن نفقه فامیل خود از طریق شورا به دست بیارن. بسیار خوب. و اینا با شما یک جای فعالیت میکنن یا امکانات کار شما به اراکین دولتی مهیا میکنین؟ امکانات کار ما برای اونا مساعد میسازیم یا میتونن کار کنن از همین طریق قرارداد معیشت کنن. و میخواییم خواستتان را از حکومت بشنویمی که چی میخواین و خواست در جمله خواست تمام معلولین چی هست؟ اولتر از همه ما جا داره صمیمانه از کمیته بین المللی سلیم سرخ تشکری کنم که همواره در بخش معلولین فعالیت های بشماری داشته، افراد اشخاص دارای معلولیت گرفته هستند، در جریان وظیفه شده است، طول 17 سال بسیار فعالیت های چشمگیر داشته. از دولت تقاضا و خواست ممیست که افراد اشخاص دارای مالیات بپذیرن مطابق با شایستگیشان، مطابق با استعدادشان، مطابق با سطح دانششان بپذیرن تا مشکلات اقتصادیشان حداقل حل شود. سلامت باشین از این که تشریف آوردید. تشکر. سلامت باشین از این که به دعوت و برنامه زیبایتان ما را کردید. سلامت باشین و از شما بیننده های عزیز هم سپاسگزاری میکنیم که با ما همراه بودین و ادامه بامشاد بعد از وقفه کوتاه.